سلام دوستان، وقت بخیر. خوش اومدین به جلسه 41 از بخش آموزش زبان ترکی استانبولی کانال ترکیش بیت مهدی. تو این جلسه قید یه ترلیلیک رو آموزش میدم. وقتی که ما بخوایم بگیم کاری رو میتونیم انجام بدیم، اگه میخواین این قید و فرمولهاش رو و مثالهاش رو یاد بگیرین، تا انتهای این ویدیو همراه ما باشین. مهدی زارعی هستم، مدرس زبان ترکی استانبولی، و اگه سبک تدریسم رو میپسندین حتما تو کانال عضو شین، دکمه زنگ رو بزنین، ویدیوها رو لایک کنین، کانال رو به دوستانتون معرفی کنین، و خوشحال میشم اگه نکته نظرات، انتقادات، پیشنهاداتون رو هم در کامنت با من مطرح کنین. توصیه همیشگیم رو هم فراموش نکنین، ویدیوها رو از ابتدا تماشا کنین، لینکش رو این بالا براتون میذارم. دوستان اگه آماده هستین بریم درس رو شروع کنیم. فقط یه نکته رو هم بگم، همه کلمات رو هم تحت لفظی براتون ترجمه کردم که در طول آموزش نیاز به حتی دیکشنری هم نداشته باشین. یه ترلیلیک توانایی یا صلاحیت هستش، یعنی توانایی انجام کار. تدکا ترک دیل کرومو، مرکز زبان ترکی استانبولی ترکیه، تعریفی که برای این زبان آورده میگه ابیل ابیل ایلمین گرچکلشتریلمسی چن گرکلی اولان گیچ بیلگی زمان کاینک یتنک اولانک و به یتلیلی صاحب اولوب اولمامایی انلاتر. میگه ابیلو ابیل این پسوندها، این وای هم که میانجیه قبلش صدا دار باشه، میگه به واقعیت برای به واقعیت پیوستن فعل قدرت، اطلاعات، زمان، منبع، قابلیت و امکان پذیری و امکان پذیری لازم رو، مالک این بودن رو، صاحب این باشیم، اگه اینها رو داشته باشیم که بتونیم یه کار انجام بدیم، مثلا واسه انجام یه کار قدرت لازم رو داشته باشیم، اطلاعات لازم رو داشته باشیم، زمان لازم رو داشته باشیم. مثلا وقتی من یه زمانی برای انجام یه کار نداشته باشم، مسلما نمیتونم اون رو انجام بدم، یا منابعش رو نداشته باشم، یا بودجهش رو نداشته باشم، پولش رو نداشته باشم. یتنک و اولاناک و قابلیت و امکان پذیری، میگه این توانایی ها رو باید داشته باشی تا بتونی این رو تعریف میکنه، توانایی این رو تعریف میکنه. فرمولش رو دوستان خوب دقت کنین، تو کتاب یه مقداری گمراه کننده گفته، کامل براتون من اینجا فرمول رو توضیح میدم. میگه یتلی کوراله، فرمول توانایی، ایلم کوکه، ریشه فعل. مثلا ما اینجا امروز کالدرماک رو براتون مثال زدم به معنی بلند کردن وسیله یا چیزی، مثلا بن بونو کالدریورم، کالدرماک رو الان گفتم من این رو بلند میکنم، اما اگه بخوام بگم من میتونم این رو بلند کنم، میگم بن بونو کالدرا بیلره، من میتونم این رو بلند کنم، توانایی و زورش رو دارم. خب فرمولش، ریشه فعل ایلم کوکه چطور ایجاد میشه؟ با حذف ماک و مک از مصدر. پسوندش یه تلیلیک اکه، پسوند توانای آبیل و ابیل هستش. اینجا هم مثل گنیش زمان، یادتون هست گفتم که منفی ساز بعد از پسوند زمان نمی اومد، جایگزین می شد توی گنیش زمان. اینجا هم توی یه تلیلیک اگه مثبت باشه من بگم میتونم، آبیل ابیل میاد، اگه بگم نمیتونم دیگه آبیل ابیل نمیاد، بخوام بگم امه و آما میاد، طبق قانون هماهنگی حروف صدادار یکی از این دوتا میاد موقع منفیش. مثلا بخوام بگم اینو نمیتونم بلند کنم، میگم بن بونو کالدرم میوروم یا کالدرمم تو گنیش زمان، که الان میرسیم کامل بهتون میگم. بعد پسوندهای زمان، همه پسوندهای زمان بعد از این میتونه بیاد، یعنی این آبیلو ابیلو امه و اما وقتی که به ریشه فعل چسبید خودش میشه یه فعل، خودش رو میتونید عین یه فعل در نظر بگیرید. هر کاری رو که، هر فرمولی رو که قبلا درباره زمانهای اصلی که خونده بودیم بهتون گفته بودم، میتونید سر این اعمال کنید و بیارید. مثلا کالدرا بیل مک خودش میشه یه دونه مصدر، مکش رو حذف کنید کالدرا بیل میشه ریشه فعل و همه قواعد قبلی میشه روش اجرا بشه. بس این هم بعد پسوند زمان میاد و پسوند شاخص. حالا اگه ایو رو اجک و
مش و ار بیاد نشان فاعل نوع اول میاد، اینها میاد. و اگه دی بلرلی گچمیش زمان بیاد نشان های فاعل نوع دوم میاد. سوالی هم بستگی داره که کدوم یکی از این زمان ها باشه. اگه این چهارتا که نشان فاعل نوع اول دارن سوالی قبل از نشان فاعل میاد، تو بلرلی گچمیش زمان علامت سوالی بعد از نشان فاعل میاد. خب چند تا مثال براتون آماده کردم، برای هر زمانی یک شخص رو در نظر گرفتم، چهار حالتش رو با هم بررسی میکنیم. وقتی که شیمدیکی زمان هستش برای برینج تکیل کیش اول شخص مفرد، کالدره بلیروم من میتونم بلند کنم، کالدره میوروم من نمیتونم بلند کنم. اینجا یه دونه آ بوده، به خاطر قانون ممنوعیت دو حرف صدادار تو زمان حال استمراری شیمدیکی زمان گفتیم که ککدکه تو شر قبلیه میفته، اونی که تو ریشه بوده میفته، میشه کالدره میوروم. برای مثبت سوالیش میشه کالدره بلیور میوم، آیا من میتونم بلند کنم. برای منفی سوالیش میشه کالدره میور میوم، آیا من نمیتونم بلند کنم. برای زمان آینده کالدره بلیجکسن، تو میتونی بلند کنی. کالدره می جکسن، تو نمیتونی بلند کنی. این منفیش هست، اینم نارنجی کشیدم، حرف میانجی ممنوعیت دو حرف صدادار، اینجا قاعده بر این هست که یه میانجی میاد. کالدره بلیجک میسن، میتونی آیا بلند کنی. کالدره می جک میسن، آیا نمیتونی بلند کنی. و برای بلیلی گشمیش زمان اُچینجی تکیل کیشه سوم شخص مفرد رو مثال زدیم، کالدره بیلده تونست بلند کنه، دون کالدره بیلده دیروز تونست بلند کنه، کالدره ماده نتونست بلند کنه. یه نکته هم فراموش کردم بگم تو فرمول، این یه دونه ثابت هستش، توی ویدیو کوتاه که پسوندهای استثناهای قانون هماهنگی حروف صدادار هستش، اونجا گفتم که چه حروفی استثناء هستن و از قانون هماهنگی حروف صدادار پیروی نمی کنن. یکیش این حرف صدادار دوم این پسوند هستش، این یه هستش، قبلش هر چی که باشه این ثابته. و برای منفیش که شد کالدره ماده، مثبت سوالی میشه کالدره بیلده مه، تونست آیا بلند کنه. و منفی سوالیش میشه کالدره ماده مه، نتونست آیا بلند کنه. گنیش زمانش یه خورده متفاوت هستش، گنیش زمان زمان حال وسیع هستش، دقت کنین که این رو هم یاد بگیرین. گنیش زمان، برای گنیش زمان برینجه چول کیشه اول شخص جمع رو مثال زدم، میگه کالدره بلیرز، میتونیم بلند کنیم. برای حالت منفی اینجا نگاه کنید، وقتی منفی میشد پسوند توانایی منفی میشد، پسوند زمان تکرار میشد، میومد تو حالت منفی هم. اما اینجا دقت کنید، وقتی که پسوند توانایی منفی شد دیگه پسوند گنیش زمان نمیاد، این حذف شده اینجا پایین، قسمت پایین تو حالت منفی حذف شده. کالدره مایز، نمیتونیم بلند کنیم، منفی ساده هستش اول شخص جمع. باز هم برای سوالیش میشه کالدره بلیر میز، میتونیم آیا بلند کنیم. و منفیش، منفی سوالیش میشه کالدره ما میز، این سوالی با فاصله نوشته میشه، نمیتونیم آیا بلند کنیم ما. اینجا هم باز ببینید تو منفی سوالیش پسوند گنیش زمان نیومده، فقط گنیش زمان هستش که به این شکله، تو حالت منفی دیگه پسوند زمان رو نمیاریم. تو جمله بعدی یتلیلیه گنلیکلی üç anlamda kullanıyoruz، توانایی رو، این قید رو عموما در سه معنا استفاده میکنیم. اولی yapabilmek، توانستن یا قادر بودن. تعریف این همون هست که ابتدای ویدیو بهتون گفتم، حالیل همون خلیل هستش، باید با حرف بزرگ هم اول جمله است. حالیل halterde 320 kilogram kaldırabiliyor، اما ben kaldıramıyorum. خلیل در وزن برداری، هالتر میشه وزن برداری، در وزن برداری 320 کیلو میتونه بلند کنه، اما من نمیتونم وزن برداری بلند کنم، وزن رو.
دومی برای تخمین حدس و احتمال، این وقتیه که تو گنیش زمان باشه تو این معنا به کار میره. مثالش میشه من نگاه بیرون میکنم میگم بگون یامور یا بلر، امروز میتونه بارون بباره. و سومی ایزین ورمه یا استمه، اجازه گرفتن یا خواستن، برای اجازه گرفتن هستش. بو کادر ریتر چکابلرسنز، همینقدر کفایت میکنه میتونید خارج بشید. این هم یه مثال برای اجازه گرفتن یا خواستن. مثال بعدی واسه این معنا مشغول میسونوز گیره بلیر میم، یه نفر پشت در هست میخواد وارد بشه، میپرسه دم در ایستاده، میگه مشغول هستید، کارتون زیاده، گیره بلیر میم، میتونم وارد بشم؟ این حالت اجازه خواستنش هست. و یه قید دیگه هست که توی کتاب گفته، تو اون جدول آبی آورده، خیلی استفاده میکنن، هر دوتا منفی و مثبت رو با هم میارن، اول منفی میاد بعد مثبته میاد، این احتمال کم رو نشون میده، احتمال وجود نداشتن اون کار رو نشون میده، نشون میده که 80-90% ما اون کار رو انجام نمیدیم. چطور هستش؟ بن توپلانتیا کاتلامه بلیرم، من ممکنه به جلسه حاضر نشم. توپلانت جلسه، تا اینجا این هم به جلسه، من ممکنه تو جلسه حاضر نشم. این رو زیاد استفاده میکنن، مثلا کسی رو دعوت میکنید میخواد بگه من شاید نیام، این شاید منفی هستش، احتمال منفیش بیشتره، میگه گلمه بلیرم، ممکنه نتونم بیام. توی زبان ترکی خودمون یه اشتباه رایجی که هست برای توانایی میخوان این رو منفی کنن، میگه من گله بیلمم، گله بیلو میاره بعد ماومه بعدش میاره، این اشتباه هستش. وقتی که خواستیم منفی کنیم آبیله بیلو هضم میکنیم، اما و امه رو به جشن میاریم. خب دوستان، به پایان یه ویدیوی دیگه رسیدیم، تمرین ها و مثال هاش رو تو جلسه بعد با هم از رو کتاب حل میکنیم. ممنونم از اینکه همراه من بودید، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه، به امید دیدار در ویدیوهای آینده.